نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 16 ذی‌الحجه سال 1444 برگزار شد. در این نشست همچون روزهای گذشته ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی با اشاره به مسئله مواضع تخییر بین اتمام و قصر نماز که دلالت بر اماکن اربعه یعنی چهار شهر مکه، مدینه، کوفه و کربلا دارد گفتند در خصوص اتمام نماز در کربلا روایات متعددی وجود دارد و تنها اختلاف در حد آن می باشد. برخی از روایات اشاره فقط به حائر نمودند، یعنی 25 ذراع فاصله از هر طرف با قبر مطهر امام حسین و نه ذریح امام حسین، چرا که قبر امام حسین با ذریح ایشان 20 ذراع فاصله دارد. ایشان در ادامه فرمودند اما گروهی از فقها کل شهر کربلا را مشمول این حکم می‌دانند، چرا که روایات معتبری وجود دارد که می‌فرماید که کربلا حرم امام حسین است، یعنی موضوع کربلا است و فقط اختصاص به حائر ندارد. آیت الله العظما شیرازی در ادامه تاکید نمودند که صاحب عرمه و جماعتی از علما و خود من هم این نظر را داریم که این مسئله شامل کل کربلا می شود و نمازگزار می تواند در هتل، خیابان و خانه نماز خود را تمام بخواند به هر مقداری که کربلا وسیع تر شود. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه شش، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.